موزه هولوکاست اسرائیل نامه ای را به نمایش گذاشته که 75 سال پیش توسط یک مادر برای دختر و پسر اسیرش در یک اردوگاه کار اجباری در لهستان نوشته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ماریا دیالو، خبرنگار صدای آمریکا. بتی روزنبوم در آشپزخانه اش در یک شهر اسرائیلی در مقابل دریای مدیترانه نشسته و یک نامه دست نوشته مادرش را که در جنگ جهانی دوم به زبان هلندی نوشته شده می خواند. این فخت کم، مار یا شی هاد ا وندرفول way of writing and especially او شیوه فوق‌العاده‌ای برای نوشتن داشت. نوشته فرزند عزیز، هزار بوسه برای تو و بعد نوشته مامان. میدانید مامان یک کلمه خاصیه، سخته بگید مادر و اینجا نوشته مامان. این خودشه و من احساس میکنم به او نزدیکم. It's difficult to say mother or mother and here she writes mommy. It is her and then I feel very close with her. روزنبوم در 2 سالگی توسط یک خانواده در روستای مادرش تا پایان جنگ پنهان نگاه داشته شده بود. مادر و برادرش چنین شانسی را نداشتند. مادر و برادر 8 ساله ام اسحاق مایکل مکس 8 هفته بعد در سوبیبور فوت کردند. اخیراً موزه هولوکاست اسرائیل 3 نمایشگاه دیجیتال نامه های هولوکاست را به نمایش گذاشت. ما داستان هایی داریم از افرادی که برای نجات فرزندانشان به اجبار از آنها جدا شده بودند. هر داستان و هر خانواده متفاوت است و همچنین به ما اجازه می دهد که نامشان را به آنها برگردانیم و با یادآوری شأن انسانی آنها را احیا کنیم. کپی نامه روزنبوم در میان 10 نامه دست نوشته و کارت پستال به زبانهای مختلف به طور دیجیتال در دسترس است. روزنبوم می گوید وقتی نامه ها، کارت پستال و آلبوم خانوادگی را مرور می کند، احساس خشم می کند. اما آرزو می کند ای کاش در مورد جنگ و نازی ها بیشتر کنجکاو بودید. All these years I never asked questions and people should have asked questions. در تمام این سالها من هرگز سوال نکردم. مردم باید سوال می کردن، اما حرفی نزدن، به خصوص بازماندگان. سالها از جنگ گذشته و آنها هرگز درباره آن زمان که میتونستم سوال کنم به من چیزی نگفتن. کسی نمانده که سوال کنم و این بسیار دردناک است. در 12 آوریل کشور اسرائیل سالگرد قیام گتوی ورشو در سال 1943 علیه نازی‌ها و یاد 6 میلیون یهودی را که در هولوکاست کشته شدند گرامی داشت.